سلام به دوستان عزیز و به بینندگان این برنامه ناصر پر هستم دنبال میکنیم صحبتمون رو در مورد این فراوانی خانقاها و این طرز فکری که در کنار تشیع و مذهب به طور کلی در ایران رونق گرفته بود و ببینیم که کار این رونق به کجاها میکشه و چه اثرات اجتماعی و فرهنگی در جامعه ما از خودش باقی میگذاره من برای این کار باز مجبور شدم که به عقب برگردم و رفتم و سخنرانی ها و موعظات حسن بصری رو که یک بندزاده یک مولیزاده ایرانی بود در مسجد بصره براتون تعریف کردم این آدم علاوه برای این که قرآن رو خوب می دانست و دستورات اسلامی رو خوب یاد گرفته بود که بدیهیست عربی رو هم به اندازه زبان فارسی می دانست و باعث اعجاز مردم شده بود. آه با ریشه های فرهنگی خودش هم با ریشه های فرهنگی ایرانی هم آشنایی کامل داشت. این آشنایی کامل این آشنایی سطح بالا با ریشه های فرهنگی سبب شد که عقاید و باورهای رو هم از مانویت بیاره و گره بزنه به این حرفهایی که در شرح قرآن داره میگه حالا ما باز مجبوریم برگردیم به بانویت که خب کار اون خیلی به درازا میکشه چون من قرار بوده که چند برنامه ای راجع به مقدمات به وجود آمدن صفویه در ایران برستون برسونم تا حالا شده سیزه گفتار به نظرم به حال این که دو از دنیا دوری بگیر تمع نورز رضایت داشته باش به داده و نداده قانع باش تسلیم باش اینها دستوراتی بود که در مانویت بود من جمله اینکه مدارج ترقی در مانویت هم هفت مرحله بود که از مرحله اول که ظاهرا کلاق بود شروع می شود و به مرحله مرشد کامل می رسید یا دعوت کننده کامل چنین چیزی این هفت مرحله همچنان به قوت خودش باقی موند در ازهان آمد اینجا و آرام آرام رسوخ پیدا کرد در صوفیگری ایرانی و اونها هم برای خودشون هفت مرحله درست کردن اینی که میگن تصوف ایرانی آمیخته است از مانویت مسیحیت و اسلام به این دلیله که البته خود هم اطلاعات وسیعی در مسیحیت داشت مطالعات زیادی کرده بود یکی از کتاب هم که مانی نوشته بود انجیل بود این انجیل که این انجیل های ای که شما میشناسید میدونید یکیش هم انجیلی است که او نوشته که البته فعلا در دسترس نیست و در موردش حرفهایی گفته میشه که مثلا در حبس کتابخانه محرمانه واتیکان یا اصلا نابود شده به حال کسی به اون انجیل دسترسی نداره ولی در زمان خودش مشهور بود که ایشون چنین کتابی داره بگذاریم مجموعه اطلاعات مانی که اصاره بود از عقاید متافیزیکی و همچنین اخلاقی گیتیانه ترکیب از این دوتا بود اینها منتقل میشه به فرهنگ بعد از اسلامی و حالا ما ببینیم که این در فرهنگ بعد از اسلامی چه اتفاقی میفته اون این است که در مجموع مؤمنینی پیدا میشن که ترس خدا تمام وجودشون رو برداشته و از ترس خدا و از ترس عذاب روز قیامت هیچ کاری نمی کنن جز عبادت و خواندن قرآن در تکرار و تکرار و تکرار های قرآن به نتایجی میرسند اولینش این تناقضاتی است که در قرآن هست این تناقضاتی که در خود افسانه آفرینش هست من اینجا یه نکته هم به شما بگم که این افسانه آفرینش که خداوند انسان را از گل آفرید در ادیان ابراهیمی در یهودیت مسیحیت و اسلام با اندک تفاوتهایی وجود داره و تکرار شده و مبدع تمدن های سگانه ای رو تشکیل داده یعنی اصاره باورهای انسان نسبت به خدا و نسبت به هستی در همین افسانه است از همینجا شروع شده حالا آره. اینا این باز این هم اضافه کنم که من دارم با استفاده از کتاب رندی و حافظ نوشته ای آقای داریش آشوری این اطلاعات رو شما میدم اگر اطلاعات بیشتری میخواید به این کتاب مراجعه کنید این هم به خاطر دوستانی که خواسته بودند بهشون کتابهایی رو معرفی بکنم سایر کتابهایی که در زمینه عرفان ایرانی نوشته شده خالی از یک محتوای علمی و تحقیقی درسته ولی این کار یک کار تحقیقی درست و کاملی است بگذاریم این مردمی که مکرر و مکرر قرآن رو میخوندن متوجه نکاتی شدن اینکه خداوند وقتی که داشته ما رو میافریده گل ما رو میسرشته فرشتگانش اومدن بهش گفتن که تو داری یک موجودی میسازی که بعدا فساد میکنه یعنی خون میریزه خداوند به فرشتگان گفته شما ندانید من میخوام اسما رو به این یاد بدم خب اسما رو به این یاد بدم یعنی چی؟ یعنی میخوام بهش علم یاد بدم قوه ناطقه بهش بدم و بدونه که این اشیا چی هستند حالا که فرشتگان خدا نمیدونند فرشتگان خدا جز سبحان خدا کاری دیگری ندارند بکنند خب بنابراین خداوند که در روز است تصمیم داشته یک موجودی بسازه که اون موجود اس، اسماع رو بدونه و دانش داشته باشه چرا بهش میگه که در بهشت از میوه این درخت یا این گیاه نخور و چرا وقتی انسان اون میوره میخوره مورد قذب خدا واقع میشه و از بهش رانده میشه اینها در این داستان حیران میمونند و نهایت این حیرانی این میشه که بیان خودشون شرح بر قرآن بنویسند و در این شرح ها پاسخ این تناقضات رو داده باشند از طرف خودشون به این معنی که حالا دیگه من میخوام مختصرش کنم برای اینکه میخوایم برسیم به اصل قضیهمون این شهرهایی که بر قرآن نوشته میشه اوجش مال خاج عبدالله انصاریه خاج عبدالله انصاری با یک دید عارفانه و با یک دید صوفیانه شرحی می نویسه بر قرآن و در این شرح میگه که خداوند نمیخواسته حقیقت رو آشکار کنه در مقابل فرشتگان میخواسته که این رو پنهان نگه داره و موجودی آفریده و این سناریو رو هم جلوی پاش گذاشته که به طریق دیگری این موجود رو بفرسته از بهشت به بیرون که نام خداوند در خارج از بهشت در روی زمین متجلی بشه عارف دیگری یا به عبارتی صوفی دیگری به نام میبودی همین تفسیر رو بر میداره شهرها و تفسیرات بیشتری روش میگذاره به نام تعویل تعویل یعنی به اول بازگشتن به ریشه موضوع بازگشتن باز این یک تحفه است که از مانویت رسیده به تمدن بعد از اسلامی چرا که او هم میخواسته به کنه مطالب پی ببره میخواسته که به آغاز موضوع برسه و از اونجا موضوع رو بررسی کنه و جلو بیاد اینا مجموعه چیزایی است که میگن که عرفان ایرانی از مانویت بهره گرفته اینجا ما با یک پدیده عجیب قریبی مواجه میشیم ما بیمینیم که میبودی با جملاتی آشقانه آشقانه و آتشین راجع به خدا حرف میزنه برای اینکه کشف کرده که انسان دوست پنهانی خداونده خداوند خواسته برای خودش یک دوست بیافرینه خداوند خواسته بدون اینکه این فرشته ها بفهمند خداوند خواسته که یک موجودی بیافرینه و به این موجود معموریتی بده که اون موجود بیاد به زمین و اون معموریت رو انجام بده که در اصطلاحات عرفانی بهش میگن بار امانت که این بار امانت رو حالا دیگه در این نوشته ها و در این تعویل ها و تفسیر ها حرف هایی زدند با جملات بسیار زیبای شاعرانه و غرق در عشق الهی که خداوند این ماموریت رو به کوها داد نپذیرفتند به دریاها داد نپذیرفتند و به انسان داد و انسان پذیرفت به هر حال این توجیه میکنن این تناقض داستان آفرینش رو که خداوند پنهانی از پنهان از سایر فرشتگان موجودی رو آفرید که اون موجود بلند بیاد به زمین و اسم الله رو اسم خدا رو متجلی کنه خداوند به اون نیاز داشت اینی که میگه ما به او عاشق بودیم او به ما نیازمند بود یکی از ابیات حافظه اینجاست اینه حالا دیگه جزئیات افسانه آفرینش رو اینها زیر ذره بین میگذارند و ازش داستانهایی به نفع این فرضیه و یا به نفع این موضوعی که خودشون کشف کردن میپردازند که مثلا خداوند گل آدم رو سرشت و بعد داد به جبریل گفت اینه ببر روی زمین بین مکه و طائف بذار زیر آفتاب خشک بشه حالا در عرش علا آفتاب نبود ما نمیدونیم کسی هم این سال رو نکرده وقتی که کالبد آدم رو میارن میگذارن روی زمین که خشک بشه فرشتگان به شیطان مراجعه میکنن میگن که آقا تو استاد مایی تو رهبر مایی تو معلم مایی برو ببین این چیه خدا داره میآفرینه شیطان هم که به تمام حیله های دنیا مسلطه میاد به زمین و به صورت یک پشه میشه و از دماغ و دهن آدم داخل میشه و میره اون تو و داخل آدم رو تجسس میکنه و میاد بیرون و بر میگرده به عرش علا و به فرشتگان میگه که این هیچی نیست این یک موجود مجوفه یعنی یک موجود توخالیه توش خالی بود اون تو هیچی نبود منتها یک دیواره ای کشیده شده بود که من به قلب این آدم نتونستم برم از اینجاست که قلب میشه مخزن اسرار مخزن اسرار الهی و روش داستان ها میگن همین میبودی میگه که تمام سلاطین دنیا وقتی قصر سلطنتی رو میسازند معمارها و بناها و عملجات بسیار زیادی رو میارند که این قصر رو بسازند ولی وقتی این میخواد گنجینه این قصر رو بسازه همه رو بیرون میکنه و خودش و نزدیکان درجه اول خودش دست به کار خشت و گل میشن و اون محل گنجینه رو میسازن که هیچ کس دیگه ای از وجود این مطلعه نباشه در پنهانی براش میذارن در محلی که معلوم نیست کجاست و اون پادشاه تمام زر و سیمشو, تمام جواهراتش و کالاهای گران قیمتش رو در جایی پنهان میکنه که هیچ کس دیگه راه اون رو نمیدونه خداوندم چنین کرد خداوندم یک گنجینه اسرار ساخت در محل قلب ما بنابراین این ما ایم که از طریق این دل از طریق این قلب میتونیم با خدای خودمون رابطه برقرار کنیم حالا مجموعه اهداف چیه کل هدف چیه هدف این است که ما ما یه انسان به گونه ای زندگی کنیم که وقتی مردیم و در روز رستاخیز دو مرتبه بلند شدیم در نزد خداوند آمرزیده بشیم و دو مرتبه به بهشت برگردیم چون خداوند یک دوزخی را هم وعده داده و اون دوزخ مال چه کسانی است مال کسانی است که انواع گناهان رو بکنند مال کسانی است که انواع تجاوزها رو بکنند انواع تم اولزی ها رو بکنن چه 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 اوکی بنابراین ما برای اینکه هیچ کدوم از اون گناه ها رو نکنیم می که از مال دنیا هیچی نخواهیم هیچ انتظاری به نعمات دنیا نداشته باشیم حتی بابتش نریم کار کنیم که لغمه نانی هم به دست بیاریم خداوند خودش میرسونه ما فقط باید در کنجی باشیم حالا تازه در آغاز امر نه اینکه در کنج راحتی باشیم در کنجی باشیم معذب عذاب بکشیم لباس پشمی زبر تنمون کنیم که دائما پوست تنمون بخاره که دائما یاد خدا و همین خارش ما رو به یاد خداوند بیاندازه و به یاد روز آخرت و بدانیم که امروز باید چه بکنیم البته مبالغاتی هم در این زمینه توسط افرادی از این دست میشد که میرفتند خودشون رو با تناب از چاه آویزون میکردند و در هینی که آویزان بودن در چاه ذکر خداوند رو میگفتند و این قبیل کارها رو میکردند باز ما اینجا میبینیم که هفت مرحله عشق درست میشه که این هفت مرحله عشق رو اگر کسی بگذرونه به خداوند به یک انسان کامل نزدیک شده که اون انسان کامل دیگه مورد رضایت خداوند خواهد بود ان الله این تسلیم و رضا و نمیدونم چه 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 چه, چه که هست و همه شنیدید از اینجاست که تو تسلیم باش به خواسته های خداوند اولا هر اتفاقی که میفته در اثر مشییت اوست تو هیچ کاری شاه هم هیچ کار است لشکر هم هیچ کار است همه هیچ کارند اگر خدا بخواد اون شاه شمشیر رو میکشه از قلاف و اهل یک شهر رو میکشه اگر خدا بخواد همون شاه در نعمت و فراوانی رو نسبت به اهالی یک شهر یا یک دیار باز میکنه ما از خودمون هیچ اراده ای نداریم همه قدرت ها همه نیروها از سوی او آمده حالا ما برای اینکه گناه نکنیم یک میبایست که با قناعت زندگی کنیم طمع نداشته باشیم یک دست لباس کافیه یک وعده غذا در روز کافیه اگر غذای امروز رو فراهم کردی به فکر غذای فردا نباش فردا روز خداست و خداوند غذای فردا رو به تو میرسونه کبر و منیت رو از خودت دور کن خودت رو به صفر نزدیک کن و بنشین و فقط ذکر خدا رو بگیر خب در آغاز در دورانی که فرهنگ متعدی هم در ایران ساری و جاری بود و علم و دانش هم رونق داشت این اشخاص این گونه اشخاص با تفکرات بهتری ظاهر شدند آدمایی مثل جونید مثل بایزید اینها کسانی بودند که تعامل و تساهل رو دیکته میکردن به دیگران می گفتن اگر خدا یک کسی رو یهودی کرده به من چه مربوطه که به اراده خداوند دخالت کنم من کوچکتر از اینم که به اراده خداوند دخالت کنم و بخوام اراده خداوندی رو تغییر بدم او خودش این آدم رو یهودی کرده او خودش این آدم رو مسیحی کرده او خودش این آدم ها رو کافر کرده او میدونه که چه بکنه به من رفتی نداره که اون جونید نوشته بود که کسی که به در خانه جونید میاد بهش نان بدید ازش نپرسید که ایمانت چیست خدایی که به او جان داده جونید کی باشه که به با او نان ندهد خب این آسانگیری در آغاز کار تصوف در, ای در ایران یا در جهان اسلامی به حال یک نکات مثبت و یک معانی یخود بهتری داشت که آرام آرام او هم از بین میره دورانی که به طور جمعی چراغ علم و دانش در ایران به خاموشی کشیده میشه و میزان ظلم و جور و بدبختی های مردم بیشتر میشه استقبال مردم از این خانقاه ها بیشتر میشه مردمی که از دنیا چیزی نمیتونه گیرشون بیاد مردمی که اگر چیزی هم دارند قوی ترها میان دستشون میکشن بیرون لقمه رو از دهنشون میکشن بیرون بنابراین اینها اکثر اینها چاره این ندارند که خب به رضای حق رضایت بدند همون قناعتی که اینها میگن اینها پیشه کنند و این منیت رو از خودشون دور کنند و برن 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 تو خانقاه برن پیرو خانقاه بشن خانقاه رونق میگیره تعداد اینها زیاد میشه دراویش و مرشدهای های خانقاه ها داوطلبین جدید رو میخوان که آماده کنن برای کار درویشی میگویند که تو پر از کبر و نخوتی پر از خواسته ای پر از تمنایی تو باید اینها را خودت بیرون بیاری تو باید این لباس کتانی ساده رو بپوشی و بری بیرون تا یک سال گدایی کنی این کشکول رو بگیر به دستت برو از مردم گدایی کن حالا این آدمی که آماده به خانقا ممکنه که تا چند روز پیش حتی یه بازرگان نمیشه معتبری هم بوده یا معتبر بوده حتی یه کسی بوده برای خودش اینی میفرستنش بری گدایی کنه گاهی اوقات میگن که دل روده گوسفند و شکمبه گوسفند و بذار رو دوشت برو سر روتونه اینا رو بشور تمیزش کن بیار اینا رو بپز که دراویش اینو بخورن که مردم در معبر این رو ببینن که چه چیز کسافت متعفن بوگندوی رو رو دوشش گذاشته داری میبره که بشوره نهایت این است که این, بزرگان تصوف و عرفان وقتی به اونجا میرسن که به خودشون ثابت میکنن که خداوند در یک سناریوی بسیار پیچیده و قامزی پنهان از فرشتگان خودش و فرشتگان مقرب خودش انسان را آفرید که انسان بیاد به زمین و دوست خداوند باشه یاری دهنده خداوند باشه و نام خداوند متجلی بکنه بنابراین انسان دوست پنهانی خداست خداوند به شکل محرمانه ای با انسان دوسته پس من چرا نباید عاشق او باشم و حالا از این به بعد که در ادبیات تصاویری به وجود میاد در اون دسته ای که ذوق شاعری دارند و به اصطلاح با عرفان ذوقی سر و کار دارند حالا بعضی از این شاعران بزرگ ما خودشون اهل خانقاه بودند بعضی ها نبودند به خانقاه برو نبودند مثل سعدی مثل حافظ اما اینا ذوق عرفانی داشتند یا عطار اینا وصف جمال خداوند رو میکنند اون لحظه ای که خداوند این گل سرشته شده رو در قالب آدمی که خداوند برای ساختن کالبد آدمی تصویری جز کالبد خودش نداشته کالبدی که ندیدنی است اما خودش میدونه که چه کالبدی داره او کالبد خودش رو تقلید کرده و این مجسمه یا گلی رو ساخته و حالا میخواد اینو زندش کنه برای که زندش کنه چه میکنه میاد لبش رو میذاره رو لب این آدم خاکی و نفسشو میدمه به این نفس خداونده که میره تو ریه این تو اون محل مجوفی که شیطان دیده بود و این جان میگیره وقتی که جان میگیره چه اتفاقی میفته از اینجا تاریخ کل کائنات دیگه تغییر میکنه تا حالا الست بود از حالا به بعد میشه ازل روز ازل یعنی روز آغاز یک لحظه این آدمی که زنده شده چشمش به جمال خداوند روشن میشه و تا ابروی اون میبینه و موهای خداوند رو میبینه که ریخته و لبهای عقیقی اون میبینه و چشمهای زیبای فریبنده او رو میبینه و مجموعه این تصورات رو میاره و تبدیل میکنه به صورت یک معشوقی و در غزل از اون معشوق حرف میزنه اگر شما به غزلیات حافظ دقت بکنید متوجه میشید که بسیاری جاها این معشوق خود اونه میگه در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد حالتی رفت که محراب به فریاد آمد این خم ابرو کی تو این خم ابرو رو دیدی اون موقع که خداوند داشته به تو میدمیده و تو یک لحظه جان گرفتی و این خم ابرو را از پایین در بالای سر خودت دیدی عشق به خداوند بالا میگیره بالا میگیره و کار به جایی میرسه که در آغاز میگفتن که ما جز خدا چیزی رو نمیخواهیم از این بالاتر میرن میگن که ما به بهشت و دوزخ خدا هم کاری نداریم ما فقط خودش رو میخواهیم بنابراین نه از دوزخش میترسیم نه به بهشتش دل خوشیم اون چیزی که ما میخواییم اونه و حالا برای اینکه به یه مرحله ای برسیم که بتونیم به اون مقام برسیم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم جز اینکه گوشه انزوا بگیریم ذکر بگیریم و قلب خودمون رو صاف و پاک بکنیم و حالاتی در خودمون به وجود بیاریم که بین قلب ما و الهامات خداوندی و پیام های خداوندی یک رابطه ای برقرار شه این از اینجاست که اگر فرهنگ یک جامعه ای چهار تا پایه باید داشته باشه که مثل یه میز یا مثل یک صندلی سر جاش بتونه به ایسته دوتاش کنده میشه میگه مغز کاملا بازنشسته میشه فکر کاملا بازنشسته میشه در این هیته و به جاش دل میاد فعلا شب روست به خیر وقتم تموم شد بقیه این مطلب رو در برنامه بعدی براتون Berzi'ye çekiyoruz. <laughs>